بخش 77 ربع اول جزء 20 قرآن کریم شامل آیات 60 تا اخیر سوره مبارکه نمل و آیات اول تا 13 سوره مبارکه قصص. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیات 60 و 61 سوره مبارکه نمل ذکر و بیان ادله وحدانیت و قدرت بیکران خداوند است که پروردگار به آن می‌پردازد. امن خلق السماوات والارض، یا آن ذاتی که آسمان‌ها و زمین را آفرید، و انزل لكم من السماء ماء، و از آسمان برای شما آبی را فرو فرستاد. فانبتنا به حدائق ذات بهجت، که با آن باغهای پردرخ و خرم رویانیدیم. ما کان لکم انتون به تو شجرها، که شما توان رویانیدن درختان آن را ندارید. اعلان مع الله بل هم قوم یعدلون، آیا معبود دیگری با خداوند است؟ نه هرگز، بلکه آنان قومی منحرفند که شریک او قرار می دهند. امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا، یا آن ذاتی که زمین را قرارگاه گرداند و رودها را در میان آن پدید آورد. و جعل لها رواسیه، و کوها را بر آن محکم قرار داد. و جعل بین البحرین حاجزا، و مانع و حائله میان دو دریای شیرین و شور به وجود آورد. اعلان مع الله بل اکثرهم لا یعلمون، آیا معبود دیگری با الله است؟ نه هرگز، بلکه بیشترشان نمیدانند. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. آیات 62 تا 64 سوره مبارکه نمل ذکر و بیان است که ندای درمانده را تنها خداوند پاسخ می‌دهد. امن یجیب المضطر اذا دعاه، یا آن ذاتی که هرگاه او را درماندهی بخواند پاسخ میدهد. و یکشف السوء، و گرفتاری را برطرف میگرداند. و یجعلکم خلفاء الارض، و شما را جانشینان زمین قرار میدهد. اعلان مع الله قلیلا ما تذکرون، آیا معبود دیگری با الله است؟ بلکه گروهی اندکی متذکر میشوند. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا کسی که شما را در تاریکی های خشکی و دریا هدایت می دارد.
ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، و آن که بادها را مجده پیشا پیش باران رحمت خود می فرستد. ایلان مع الله تعال الله عما یشرکون، آیا معبود دیگری با الله است؟ بلند مرتبه از خداوند یکتا از آنچه برای او شریک قرار می دهند. امن یبدو الخلق ثم یعیده، یا آن ذاتی که آفرینش را آغاز کرد و آن را بازگرداند. و من یرزقکم من السماء والارض، و آن که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد. ایلاه مع الله قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، آیا معبود دیگری با خداوند است؟ بگو دلیل خود را بیاورید اگر راست می گوید. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. آيات 65 و 66 سوره مبارکه نمل ذکر و بیانی است که غیب را جز خداوند هیچ کس نمی‌داند. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون، بگو جز خداوند در آسمان‌ها و زمین هیچ کس غیب را نمی‌داند و نیز نمی‌دانند که کی برانگیخته می‌شوند. بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون، بلکه آنان هرگز علمی درباره آخرت ندارند و آنها در شکند، بلکه در این باره نابینا و ناآگاه می باشند. و قال الذين كفروا اذا كنا ترابا و آباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آیات 67 تا 75 سوره مبارکه نمل ذکر و بیان انکار مشرکین از بعث بعد الموت است که قرآن کریم با آن می‌پردازد. و قال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، و کسانی که کافر شدند گفتند آیا وقتی ما و پدران ما خاک شدیم آیا واقعا دوباره از قبرها بیرون آورده می شویم؟ لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، به تحقیق این وعده قبلا برای ما و پدران ما نیز داده شده است که این جز افسانه پیشینیان نیست. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين، بگو در زمین سیر نمایید و بنگرید که عاقبت مجرمان چگونه بوده است. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، و هرگز بر آنان غمگین مباش و از آنچه مکر میورزند دلگیر مگرد. و يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، و مشرکان گویند اگر راست میگویید
این وعده کی خواهد بود؟ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ای پیامبر بگو چی بسا برخی از آنچه را که به شتاب می خواهید در پی شما باشند. و ان ربك لذو فضل على الناس. و برستی پروردگار تو به مردم فضل و رحمت فراوان دارد. ولكن اکثرهم لا يشكرون. ولی بیشترشان شکر گذاری نمی دارند. و ان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. و یقین پروردگار تو می داند آنچه را که در سینه هایشان پنهان می دارند و آنچه را که آشکار می سازند. و ما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين. و هیچ چیز پنهان شده در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه در کتاب مبین لوح محفوظ ثبت است. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. آیات 76 تا 81 سوره مبارکه نمل ذکر و بیان اثبات نبوت پیامبر اسلام در قرآن کریم است که پروردگار با آن می‌پردازد. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. و به حق این قرآن بیشتر احکامی را بیان می‌دارد که درباره آن بنی اسرائیل اختلاف نمودند. و انه لهدى و رحمت للمؤمنین. و به یقین که این قرآن برای مؤمنان هدایت و رحمت است. ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. و همانا پروردگارتون میانشان با حکم خود داوری خواهد کرد و او مقتدر داناست. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. پس بر خداوند توکل کن زیرا تو بر حق آشکاری قرار داری. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. برستی که ای پیامبر تو نمیتوانی مردگان را بشنوانی و تو هرگز هم نمیتوانی بکرانی که پشت از تو میگردانند سخن خود را بشنوانی. و ما انت بهادی العمی عن دلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. و تو نیز نمیتوانی کوران را از گمراهیشان راهنمایی بداری و تو تنها میتوانی سخنان خود را به کسانی بشنوانی که با آیات ما ایمان دارند و آنان تسلیم شدگان در برابر حقند. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا
جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیات 82 تا 86 سوره مبارکه نمل ذکر و بیان علائم قیامت و خروج دابت الارض و حشر مکذبین است که پروردگار با آن پرداخته است. و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض، و انگامی که فرمان عذابشان فرارسد از زمین به عنوان نشانه قیامت جنبنده ای را یعنی دابت الارض را بر آنان بیرون می آوریم. تکلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تا با ایشان سخن گوید ولی به آیات و معجزات ما این مردم یقین نداشتند. و یوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، و به یاد آور روزی که از هر امتی گروهی که آیات ما را تکذیب کردند جمع داریم که آنان در صف نگه داشته شوند. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی، تا زمانی که به محل حسابشان بیایند که خداوند می فرماید آیا آیات ما را تکذیب می کردید؟ ولم تحیطوا بها علما، در حالی که با آن آگاهی و دانش نداشتید. اما ذا کنتم تعملون، و دیگر چی کاری بود که می کردید؟ و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، و فرمان عذاب بر آنان به خاطر ستمی که کردن واقع می شود، پس آنها هیچ سخنی برای گفتن ندارند. الم یروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيها والنهار مبصرا، آیا ندیدند که برای آرامش آنها شب را قرار دادیم و روز را نیز روشنی بخش ساختیم؟ ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يقينا در همه اینها نشانه است برای گروهی که ایمان بیاورند. يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. آیات 87 تا 90 سوره مبارکه نمل ذکر و بیان دمیدن در سور و سیر کوها در قیامت است که قرآن کریم به آن می‌پردازد. و یوم ینفخ فی الصور، و روزی که در سور دمیده شود. ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین، و تمام کسانی که در آسمان ها و زمینن در وحشت قرار یابند مگر کسی که خداوند بخواهد که آنها در امنند و همگی در نهایت فروتنی به حضور او خواهند آمد. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، و کوها را جامد و بی حرکت بینی در حال که چون ابرها روانند. صنع الله الذي اتقن كل شيء، که این یقینا صنع خداوندی است که همه چیز را استوار گردانده است. انه خبير بما تفعلون، به حق که او به آنچه انجام می دهید آگاه است. من جاء بالحسنه فله خير منها، آن که کار نیکی را انجام داد پاداش بهتری خواهد داشت. و هم من فزع یومئذ آمنون، و آنها از وحشت آن روز در امانند.
ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار، وان که کار بدی انجام داد در آتش با روی افکنده خواهند شد. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا جز آن چی میکردید جزا داده خواهید شد؟ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. آیات 91 تا 93 سوره مبارکه نمل که در واقع آخرین آیات این سوره مبارکه است، ذکر و بیان اشتغال به عبادت خداوند برای مؤمنان و اینکه تلاوت قرآن کریم را بدارند. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها. بگو ای پیامبر، یقینا من فرمان یافتم تا پروردگار این شهر مکه را عبادت کنم، همان ذاتی که آن را حرمت نهاد. و له كل شيء، و همه چیز از آن اوست. و امرت ان اكون من المسلمين، و من مأمورم که از مسلمانان باشم. و ان اتلو القرآن، و این که قرآن را تلاوت نمایم. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، پس هر که هدایت گردد به نفع خود هدایت شده است. و من ضل فقل انما انا من المنذرین، و هر کس گمراه شود بگو همانا من از بیم دهندگانم. وقل الحمد لله سيريكم آياته، و بگو که حمد و ستایش برای الله است که به زودی آیاتش را بر شما نشان میدهد. فتعرفونها، پس آن را بشناسید. و ما ربک بغافل عما تعملون، و پروردگار تو از آن چه میکنید غافل نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. قاسیم میم. تلك آیات الكتاب المبین. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سوره مبارکه قصص 88 آیه داره که در مکه مکرمه شرف نزول یافته است. آیات اول تا ششم از سوره مبارکه قصص ذکر و بیان قصه حضرت موسی و نصرت مستضعفین توسط پروردگار است که در این آیات به آن اشاره شده است. تا سین میم. تلک آیات الکتاب المبین. تا سین میم یا الف لام میم یا حم میم از جمله حروف و مقطعات است که معنا و مفهوم آن را جز خداوند کسی نمی داند. تلک آیات الکتاب المبین. این آیات کتاب روشن است. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، که به حق ما بر تو برخی از داستان موسی و فرعون را برای عبرت مردمی که ایمان می آورند می خوانیم. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم.
برستی فرعون در زمین برتری جست، به گونه ای که مردمش را گرو گرو گرداند که برخشان را زبون می داشت، تا جایی که یذبح ابناءهم پسرانشان را سر می برید و یستحیی نساءهم و زنانشان را برای خدمت زنده نگه می داشت. انه کان من المفسدین، که حقا او از مفسدان بود. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، و خواستیم بر کسان منت نهیم که در سرزمین به استضعاف کشانده شدند. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، تا آنان را پیشوایان مردم قرار دهیم و ایشان را وارثان زمین بگردانیم. و نمکن لهم فی الارض، و ما برای آنان در زمین توان و استقرار بخشیدیم. و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانو یحذرون، و برای فرعون و هامان و لشکریانش فرمان رواییشان را نشان دادیم، همان چیزی که همواره از آن در هراس بودند. و اوحینا الى ام موسى ان ارضعیه فاذا خفت عليه فالقیه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. آيات 7 تا 13 سوره مباركه قصص، ذکر و بیان انداخته شدن موسی به دریا و شیرخوارگیش است که قرآن کریم به آن میپردازد. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، و با مادر موسی نیز الهام کردین تا به آن کودک شیر بدین. فاذا خفتی علیه فالقیه فی الیم، و آنگاه که از فرعونیان بر وی بیمناک گردیدی آن را در صندوقی به دریا افکن. ولا تخافی ولا تحزنی انا ردوه الیکی و جایلوه من المرسلین، و هرگز نترس و اندوهگین مشو که ما یقینا او را به تو باز میگردانیم و آن را از پیامبران قرار میدهیم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، پس خانواده فرعون او را از دریا گرفتند تا برایشان دشمن و مایه اندوه گردد. ان فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئين، که البته فرعون و هامان و لشکریانش همه در خطا بودند. و قالت امرأة فرعون، و زن فرعون گفت قرة عین لی و لک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا و هم لا يشعرون، این کودک مایی روشنایی دیدگان من و تو خواهد بود، پس او را نکشید، شاید به ما سودی برساند و یا او را به فرزندی بگیریم، در حالی که ایشان آگاه نبودند. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، و
دل مادر موسی با انداختن کودک به آب از همه چیز تهی گردید. ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، که اگر دلش را محکم و قوی نکرده بودیم تا از مؤمنان باشد نزدیک بود که آن راز را هویدا سازد. و قالت لاخته قصیه، و به خواهرش گفت بدون بالا کودک برو. فبصرت بهی عن جنوب و هم لا یشعرون، که وی آن را از دور تعقیب کرده می نگریست ولی آنان یعنی فرعونیان نمی دانستند. و حرمنا علیه المرادع من قبل، که ما شیر پستان همه زنان شیرین را بر کودک حرام کردیم. فقالت هل ادلکم على اهل بیت یکفلونه لکم، که خواهر مادر موسی با آنان گفت آیا شما را به خانواده رهنمایی نمایم که او را برایتان نگه دارد؟ و هم له ناصحون، و آنان برایش خیرخواه باشند. فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن، که بدین گونه او را دوباره به مادرش بازگرداندیم تا دیدگانش روشن گردد و اندوهگین نباشد. ولی تعلم ان وعد الله حق، و بداند که وعده خداوندی حق است. ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی بیشترشان نمی دانند. خلق الله